آقای افشارها با شما هستیم، خوش آمد میگم بهتون. ممنونم، ممنونم از اینکه بزرگتری میکنید گاهی وقتی منو نصیحت میکنید، و اگر قرار ارشادی باشه، اگر قرار امر به معروفی باشه، این روشی که شما انجام میدید درسته. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست. دوستان عزیز، آقای دکتر کاظم افشارها در حین برنامه ایمیل و شماره تلفن ایشون رو هم در زیر صفحه خواهید دید. بفرمایید آقای افشار. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، یا من هو اختفا لفرط نوره الظاهر الباطن فی ظهوره. الحمدلله، صلاة و سلام علی رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، الذی ارسل مبشرا و نذیرا لیظهر الحق و یبطل الباطل و علی وصیه بلا فصل علی مرتضی و اولاده الائمة الاحد و عشر المعصومین و نحمده و علی التوفیق لقبول ولایتهم و تبرا من اعدائهم. با سلام و درود بی پایان به موحدین عالم، یکتا پرستان جهان و معتقدین به صاحب ملک و ملکوت با هر دین، آیین، روش و وضعیتی که دارد. با عرض یک دنیا تشکر مجدد از خانواده محترم بصیر که به هر حال باعث شدن که ما در خدمت دوستان بیشتر باشیم و همواره هم خواهیم بود ان شاء الله تعالی. قبل از هر چیز خیلی زودگذر جناب عالی به حضور حضرت عالی عرض کنم، من مکرر به جناب عالی هم به طور خصوصی و هم در عام در توی تلویزیون گفتن زمانی که نوجوان بودیم، در عین عرض کنم که سبابت رو عرض کنم شباب و دوران زیبایی زندگی، عرض کنم که به دلائلی نوران دانشجوییست دیگه، اینا آقا با چکش دندان شکستن، متوجهی شما؟ بله بله، برای من گفتید اگر بکشن به خدا راحت تر انسان. شما دست بکشید به دندونتون ببینید چه حالی میشه. من اون موقع به اونها میگفتم حضرت آقا، آقای بزرگوار، به هر حال من خیر از خوش زبانی به مراتب بیشتر دیدم تا اینی که بخوام بد زبانی کنم، چون گویا بد زبانی را من هنر همه کس میدانم ولی خوش زبانی را هنر کم کسان میبینم. اگر من به هر کسی میگم حضرت آقا، آقای محترم، عزیز من، به این دلیله، چون قاضی القضات بالای سر است، هیچ کس از هیچ کی خبر نداره. من اونجا هم که مزاحم حضرت عالی شدم برای این بود که تأییدی داشته باشن بر فرمایشات و گوهربارتون. البته آقای صلبی، شما وقتی که با خنده و خوشی صحبت میکنین بسیار بسیار زیباتر، دلچسبتر، به جای برادر بزرگوار عزیز همه ما ایرانی ها، و خوب هم نیستش که انسان عصبانی بشه. حالا به هر حال یک کسی سنگی میندازه در یک جایی که موج ایجاد کنه، من و شما باید بگذاریم. ولی اون آقا و آقایان مشابه اونو، همونطور که در برنامه جناب سلوی عرض کردن، گفت چو کردی با کلوخ انداز پیکار، حضرت سعدی رضوان الله تعالی علیه، چو کردی با کلوخ انداز پیکار سر خود را به نادانی شکستی، چو تیر انداختی بر روی دشمن حذر کن کندر آماجش نشستی. آی بهادری، شما مسائلی نوشید که زیبنده نبود این موضوع منعکس آقای سربی بشود، چون همینطور که خیلی ها بعدی حتما از بنده می نویسن برای ایشون نمی فرستن. خب شما مگر این می فرستن؟ من می گفتم آقا خیلی خوب، بهتر می سنی بسن بزن بدین ساپورت بکنید ما بریم در سی این این صحبت کنیم، ما که حرفی نداریم. همونطور که عرایزم رو در برنامه های سربی گفتن، بیشتر از این جناب سربی لازم نمی بینم که وقت بینندگان عزیز و محترم رو بگیرم و بیشون هم بیشتر بگم. به هر حال من وظیفه شرعی اخلاقی خودم میبینم که بعد جواب این ایمیل های بهادری رو بدهم و صحبتی داشته باشیم. ولی همونطور که مکرر گفتن تبری میجویم، بنده هیچ آشنایی خدایات و شاهدی بنده با ایشون نداشته و ندارم و نخواهم داشت، ولی امیدوار هستم در آینده بتوانیم با همه افراد ارتباطی صحیح و سالم داشته باشیم و صحبت کنیم. خب این مسئله‌مون که تمام شد، عرضم به حضورتون که همونطور که آقای سربی فرمودن، من فکر میکنم این شعر رو برای اولین بار من پرزنت جناب سربی کردم. گفت هر که پولی داد عکس انداختیم، از شما دادن زما انداختن، یک
مزاحی بود که اینو اگر اشتباه نکنم در توفیق یک وقتی نوشته بودش و اینها اون روزنامه قدیمی. برحال همینطور که جناب سوربی گفتن، نه کسی رایگان پول میدهد، نه ارزم به حضورتون که مسئله داره. یک وقتی هم اگر انسان یک کمکی میخواد بکنه، احترام باشد که سر دلبران گفته ناید در حدیث دیگران. شاید بنده بعدها هم بخوام به عنوان قدرشناسی یک کادوی ناقابلی تقدیم تشکیلات ایشان بکنم. خب به هر حال اونا مسائل جدایی هست، ولی تا کنون همینطور که ایشون اشاره کردن تایید میکنن هیچ چیز رایگانی نبوده است و بر مبنای همان بیزنس و دیل بوده است که ایشون ساعتی گفتن، بر اون مبنا هم دریافت کرد. بگذاریم. جناب آقای سوربی، از اینکه اون در اون برنامه تو شما چند دقیقه به بنده مجال دادید که صحبت کنم و اظهار تبری بکنم از اون شخص و صحبت داشته باشم ممنونم. و حالا برگردیم به چند تا سرتیتری که دارم زود بگذرم تا بعد برم به اصل ماجرای. مسئله مهم این هستش که این آقایانی که بلندگو دستشون هست، من مکرر هم با احترام هم حتی اسمشون رو میبرم که باید هم ببریم، وظیفه از آقای همایون، آقای نمیدونم دایی، آقای نمیدونم قاضی سعید، آقایان دیگر این صحبت ها، بلا من اینطور یک برداشتی میکنم که اگر به آقایان رو بدهن و جلوگیرشان نباشن، اینا خیلی علنی میگن آقا بزرگان هر مملکتی شما بشینین ببینین ما چی میگیم به حرف کنین. آقا اینطور نیست، هر کشوری یک حکومتی دارد، چه به غلط چه به درست. این حکومت گردانندگانی دارد، چه خوب چه بد. آن گردانندگان سیاست و اطلاعاتی دارند که من و شما نداریم. بنابراین اجازه ندارم بگم آقا این چرا آقای نمیدونم دولت امریکا و دستندرکارانش اون بر دنیا رفته پایگاه درست کرده، 2 میلیارد دلار هم در سال داره میده، به من چه؟ به تو چه؟ مگر من اون دیتا و اطلاعات رو دارم؟ چرا ایران در سوریه میره علم میکنه؟ به تو چه؟ به من چه؟ اگر راست میگید آقای همایون، شما رو که کسی مطالعه نداره، باید آجون بلند شد دست از این شهوات نفسانیه امریکایی بردار، برو در ایران بگو آقا بنده کلم پر از علم سیاسته، من در خدمت شما هستم. نشستن توی تاریکی و تیر در تیر روشنایی انداختن به نظر بنده کار درستی نیست. من آقای سوربی مکرر اعلام کردم طرفدار کسی نیستم. برنامه سیاسی اجرا نمی کنیم چون در سیاست واردش نیستیم، نه که بگم علمش را نداریم، بسیار زیاد داریم، اما فعلا در کارش نیستیم. دیتا نداریم، داده و پیش زمینه نداریم، اطلاعات نداریم. زمانی که جوان بودیم، زمانی که در دبی بودیم، زمانی که انقلاب بود، زمانی که از ایده خودمون خواستیم پیروی بکنیم، 2500 سال حکومت فاجره فاسقه رو بندازیم کردیم و آن هم مباهی هستیم، انکار هم نداریم. اگر آنی نشد، آنی شد، اگر از نظر اجتماعی تا کنین ایران آنی نشده است که ما دلمان میخواست است و خود گردانندگان و انقلابیون اولی هم میخواستن، این مشکلات دیگری است، اصلا ارتباطی به اون انقلاب و به اون مسئله نداره. بسیار جای تأسف هستش که بعضی ها میشینن توی این بلنگوها جناب سوربی میگن این انقلاب نبود، ای مرگک، ای آقای نصر اصفهانی، با جناب دکتر نصر احمدی اشتباه نشود، ای آقای نصر اصفهانی که میگی انقلاب نبود، با تمام سنی که دارید لازم میدانم کاف تسخیره به کار ببرم، ای مردک، خود شاه گفت صدای انقلاب شما را شنیدم. یا بگویید آن مردک بی خود گفت است و دیوانه بوده است و دیوانه را دیگه نباید شما حمایت داشته باشید از خودش عقابش، یا شما خفقان بگیرید، انقلاب بود. این لازم بود که من به عرض آقایان برسانم که من بحث سیاسی ندارم. یک مدتی در کلاس های کوچک در سر کوه قاف در عین نوجوانی معلم مدرسه بودیم، بعدن آمدیم، خدا لطف کرد، خودمان همت کردیم تا معاونت یونسکو ایران رسیدیم، در کلاس های پر جمعیت کم جمعیت درس دادیم. اکنون که فرصتی شده است بگیم خدایا بگذار ما دو تا کلام حرفی که به عقلمان میرسد این رو بیان بکنیم در راستای بهسازی، خوبسازی، اگر از اون بر بیاد.
اگرم نیاد که خب به هر حال نیامده دیگه، به قدر بستم. ما قصد سیاسی نداریم، بحث سیاسی نمی کنیم. بحث سیاسی در توی امریکا باشد برای خانم حاله نظری، باشد برای آقای دایی، کسانی که میخواستن این کارها باشن بودن، فعالیتشون هم کردن. یک نفر کشته شد مثل خودزاده رد، یکی شد بنیستد، یکی شد هر کسی، یه هر کسی به کارم برد شد، تمام شد. دارم ما برحال فعالیت ما در ترویج ادیان است، در اعتقاد به ذات سانه است، با هر دین، هر روش، هر مسلکی که مردم دارن. البته بنده خودم هم این فقیر حقیر سراپا تقصیر سیاه روز و روزگار، دینم اسلام است، بهش هم افتخار میکنم. اگرم آیه سر به همینجا لازم است بعدتون برسم، چون چند دفعه شدیم شما فرمودید چرا ما بگیم بنده، چرا ما بگیم ناجیر. آقایان اینها الفاظ الهیه است. اگر میگویند بنده، نه منظور اینه که من بنده این شر. به سردمداران حکومتی این جاهایم میگیم آقا تو کسی نیستن، درست همان انشایی را به کار میبینی که با درگذر کنار خیابون به کار میبریم. اگر میگویم بنده، این کلام حذفیه دارد، یعنی بنده خدا. اگر میگوییم ناچیز، یعنی ناچیز در برابر تشکیلات جبروت الله، نه در برابر اون آدمی که داریم میگیم. آقایان علمای قدیم مرحوم شیرازی وقتی حکایت عرض کنن که منع تنباکو، تحریم تنباکو، اگر دیده باشید نوشته از العبد، یعنی بنده، این معنیش اینه که عبد مردمه، اون شخصیت کذایی. ناصرالدین شاه به اون مقتدری گفت آقا چرا قلیان نمیارن؟ گفتن حرام کردن. گفت کی حرام کرده؟ عیال مهمش بهش گفت آنی که من و تو را به هم حلال کردی. ناصرالدین شاه ساکت شد. اون کس میاد به من و تو بگه عبد. بنابراین هم لازم شد به عرضتون برسونم که اگر یه وقتی انسان الفاظی به کار میبره، روشن باشه که این در پیشگاه الهی است، اظهار خضوع و خشوع. اگر نه همینطور که شما فرمودید، انسان به انسان نمیگه عبد، نمیگه ناجیل، نه هیچ. بگذاریم، این هم یک یادآوری دوستانه بود، انشالله که جسارت نبوده باشد. ضمناً دوستان یادشون باشه، همیشه میگن اسلام دارین میگین. آقایان خانم ها، اسلام ایران، اصلا ایران خودش اسلام رو پیورایز کرد، اصلا درستش کرد، خالصش کرد در همون اول، یعنی 1300 سال قبل. بزرگترین نحویون، بزرگترین لغویون، بزرگترین تاریخ نویسان، بزرگترین مفسرین، عرض کنم قرآن، مشرعین دین، همه ایرانی بودن. افتخار کنید. اگر شما با دین اسلام ادعای دارید، که دارید، من این را اگر خدا بخواد انشالله اسناد مربوطش نشان میدم که حرکت ضد ادیان اصلا یک تایتل بسیار بزرگ است، بسیار مهم است در CIA از زمان از کنم ویلیام کیسی، در MI6 حرکت به سوی تخریب اعتقادی جوامع بشری سرلوحه است. غرب میخواهد بگوید هر چه ما میگوییم درست است، اینا همه انشاء شده نوشتیم، و خوب آن است که ما میگوییم، بدم آن است که ما میگوییم. این تلاش غربه. توجه داشته باشن خانم ها، آقایانی که صحبت میکنن، دین اسلام که به اصطلاح مرحمت رسول الله، با همت رسول الله، منصوب الله ایشون آورد مسلمانان ایران، عرضم به حضورتون که اینو منقعش کردن، درستش کردن، اصلا ما دین خودمون رو داریم. خودتونم میبینید زیاد ارتباطی به اون نداره، از اینی که فکر بکنین یک وقتی از کنم منتسب به عرب میشه در این صحبت ها، اصلا اینطور نیست. زبان هم روش تعصب نداشته باشیم آقا، فرانسه، انگلیسی، عربی، ایرانی، هر طور مفتخر هستیم، ایرانی هستیم، زبان خوبمون هم فارسی است. البته اگر زبانی هم انسان دانست، ایرانی ندارد، انگلیسی، عربی، نرز کنم چاینیز و بسالله حاضر. جناب آقای سوربی، شما درباره آقای بختیار در آخر جلسه قبل از بنده سوال کردید، به دلیل ضیق وقت سریع گذشتیم. آقای بختیار
اگر نگویم بزرگترین خائن بوده ملت ایران، به کار نمیبرم، چون شاید این به اصطلاح خیلی پربار باشه. ایشون اگر هم خائن نبود و خیانت نکرد، اشتباهی کرد نابخشودنی. ایشون عملی کرد که امریکا البته 25,000 تا باقی مانده سیتیزن های خودش رو داشت، خارج کرد. خب اونا میهمان ایرانی ها بودن، به سلامتی رفتن. ولی ایشون کاری کرد که بتواند حاج محمد رضا خدا رحمتش کنه، دی مرد حاجی بنده خدا آدم خوبی بود، ایشون عرضم به حضورتون که از دیدگاه اسلامی آدم خوبی بود، یعنی نسبت به ضد دینان برای در لباس احرام بود. این آقا توانست با میلیاردها دلار خودش با چمدانهایش با عیال عرضم به حضورتون مرموزش و طبعا با بچه هایش و با ازنابش که اون وزرای بودن که هرکنون در 20 میلیارد دلار آوردن، که بنده خدا خود این بیچاره حاج محمد رضا بردشیر زادی میگفتش که نگاه بکن آمدن اینجا پولا رو آوردن، حالا جواب تلفن ما رو نمیدن. اسم نمیبرم از اون مردک، قد کوتاهی داشت، نمیدن وزیر دارایی بودی صحبت ها. دوستان توجه داشته باشن، بختیار پلی بود برای این موضوع. و یک اندکی هم با تفاوت به ارادت زیادی که ما، یعنی با توجه به ارادت زیادی که به بازرگان و تشکیلاتش داشتیم، زمانی که خواندیم در روزنامه که بختیار از مرز بازرگان گذشت، اینجا یک به اصطلاح مغالطه زیبایی کرده بودن روزنامه نگارها، از مرز بازرگان یعنی مرز بازرگان و دیگر معنایش آقای بازرگان، رو رفاقتی که داشتن و شراکتی که داشتن در بعضی از چیزهای اجتماعی و اجتماعی کاسبی. ایشون رو دادن آمدن بیرون. البته وقتی هم که دیگه حکم عرضم به حضورتون که قتل آقای بختیار صادر شد، که حتی نوع آلت قتاله هم تعیین کردن که آقا کار باید چی بشین، نه گلوله هم کار دیگر، جزای دنیویش را دید تا جزای آخرتیش باشد. هرچه اینم آقای سربیدان شما فرمودید بختیار مرد خائنی بود. ایشون در رده جبهه ملی بعد از مرحوم داروش فروهر بود، اصلا بدنه ای نبود، چون همیشه به دید مشکوک به این شخص نگاه میکردن در جبهه ملی. آقای صحابی که در آن موقع رهبر بود بلافاصله ایشون رو تبری کرد و بایکوتش کردن. اگر نه مرحوم دکتر غلام حسین صدیقی فرهیخته‌ترین شخص ایران، ایشون رو بنده شاهد بودن که میگم آقا ما گفتیم شما بمان شاه، شاهد بکن، میذاریم توی کیش. ما اگر تونستیم با روحانیون محترم و عزیزمان به سر صحبت بیم، اجازه فرمودن ما هم نخست وزیر باشیم، که ما که دیم بعدم بازرگان آقای خمینی نخست وزیرش کرد، تونستیم قانعشون بکنیم، ازشون خواهش بکنیم، مملکتمون امن میشود، تو شاهد بکن، من کارمونه میکنیم. این قسمتش دیگه در تاریخ نیامده است، نقل قول است که حاضر نیستم بگم از کجا و چطور. زمنان آقای دکتر غلام حسین صدیقی گفت اگر هم یک وقتی قرار شد که ما با اینها به مصالحه نرسیم، مجالی ندادیم این مرد فرار کنند. ده ها و صد ها نفر نوکران یا رفقای قدیمش را به دم جوخه‌های تیر بیانداد و خودش فرار کنه. ای مرد تو فرار کردی، آمدی بیرون، مگر بیشتر از یک سال و نیم موندی؟ پس میبینید که دکتر صدیقی کاملا درست میگو، میگو به فرضن که اون میمون محاکمش دوره مثل هویداش میکرده، میلیاردها پول خارج نمیشد، از نابش در نمیرفتن و ضمناً باقی مانده هایش. آقای سربی، این یک کلام دیگر هم میگم به این بحث خاتمه میدم درباره آقای بختیار. زمانی که لنین اومد به سر کار در سیاست، رحمت الله علیه نیست آقا، سیاست دو چرخه کشد 200 میلیونی رو، گفتن آقا این الکساندروف، این پسر الکساندر یعنی همون در اون پادشاه رومانوف، این بیچاره مریضه، 7 سالشه 8 سالشه، این دکتر آوردن، راسپوتین را آوردن برای دوا و جنگیری، بابا این نکش، گفت ابدا تمام را بکشین کارکنده. جمهوری اسلام این کار نکرد، گفت تو خانواده پهلوی خود حاجمن رضا، خود عیالش، برادر شهوتران خیکه، از کنم که شهوت غلام رضایش و یه نفر دیگه یادم نیست، اینها محدور و دمند، اینها رو محاکمه کردیم، باید محدود بشوند، به بچه هاش که کاری نداشتن.
آمدن همشون بیرون. شما آقای سربی با باغچه بازی کردی، شد الانم بکنید. میبینید زمانی که زمین باغچه رو بینید کرمایی هستن، بهش میگیم کرم خاکی. اینا رو اگر با بیل بدنید و شرطه بکنید، میبینین اون نیمه ها خودشون به قول ما مشهدی ها جلجل میکنن، یعنی بازن جنبش دارن که اگر محیط مناسبی باشد دوباره یک کرم سالمی میشن کار میکنن. شما ببینید این کرم های از میان بریده شده در مرور زمان در اینجا رو آمدن، رشد کردن، حالا نیمبر میشینن، بلبل میشن. حالا میخوان برای باها کسی که مغز استخوانش از هوا و غذا و طعمه و پول اجنبی پر شده، این میخواد بره رهبری بشه. تحت اومد چی یک شهروند خیلی بیجا کردی، گفت از کجا می آیی؟ گفت از حمام کوی تو. گفت این خودش پیداست از روی تو، از موی تو، از آن خم زانوی تو. تو میخواهی شهروند باشی؟ مادرت که دیگه به هر حال داره بوی حلواش بلند شده، هنوزه این ملت جمع میکنه که بیم با من مصاحبه کنین، آقا خجالت بکشین. تو رو به خدا آقای سربی یک کمی بیشتر به معقولات و به حساب این مسائل شما به لطف کنین و هشدار کنین. آقا قباحت داره زن با این چهره با این هیکل به خودش بود یک کم به خودش بیان. به قول مشهدی پدلوی گوره بابا ول کن دیگه، هنوز عکسای 20 سالگیش و 30 سالگیش نشون میدن این صحبت ها. این هم از جریان خیانت دانسته یا ندانسته شاهپور بختیار که ایشون باعث خیلی فجایع شد. خیلی حالا بمسرید خدا به هر حال چون اهل نماز و روزه هم بودش در مجموع بیامرزدش و از سر تقصیراتش بگذر و از سر تقصیر همه مان بگذر. این هم بالا آقای بختیار. برای آقای هماین هم که عرض کردم هر شاخه که سر ز باغ بیرون آرد، من اون روز به حضور حضرت عالی عرض کردم آری جناب آقای سربی این هم حکم عرف است، نه تنها عرف ایران، عرف هم اینجا هم همینه، هم حکم شرع است. هر شاخه که سر ز باغ بیرون آرد، هر ره گذری زمینش زمیوش برچیند، یعنی میتونه بچینه، ولی مشروط بر این که ممر عام باشد، بیرون از ملکش باشد. اگر نه پدر ارز کنم بایزید بستامی یک تا نصیب از درخت افتاده بود در باغ، گاز زد لقمه اشرف این تو، نفهمید مال کی هستش. سوال کرد گفتن صاحبش مردی در بغداد. مسافرت او زمان هم نبود که بری هواپیما بگیرن بروند، عمری را گذرن تا خودش رسون به اون صاحب و اونجا. رو آقا وز در این است که من میوهی خوردم و گویا این از باغ تو بوده، اگر حلال است رو به من دیم، حلاله راحت هم کن. اونم در حال داستان زیبایی دارد، خیلی عرفانی است، خیلی شاعرانه است، کاری نداریم. دختر این خود اون آقا گفتش یک دختری دارم کل است و کور است و همه چیز هستش، اینو بگی اینو اگر گرفتی من حلالت میکنم. گفت به من 24 ساعت وقت بده. استخاره کرد با خودش آمد گفت میگیرم، عیبی نداره. ایشون به حباله نکاح در آورد، یعنی همسر این دخترش شد. زمانی که اینها هم دهن محرم شدند و دیدی ای بابا یک محتاره ایست که در دنیا اصلا درست نشده این قضیبا. بعد به پدر این عیالش گفتش آقا شما به من اونجا گفت آقا آره کسی که از اون نمیدونم بلخ و بخارا و هر کجایی که بوده آمده به بغداد برای که اجازه خوردن یک سیب بگیره، من دیدم حیف این کیمیای احمد دره و چون میدونستم به رضایت من به استرضای من، این کس به رضایت من اومدی هر چی بگم قبول میکنی، گفتم به افتخار میکنم از این زوج از این دو فرد بایزید بسطامی به دنیا آمد. بنابراین توجه داشته باشید دوستان عزیز، این مسئله ارزم به حضورتون شعری که خوندیم آری مسبوق به سوابق مذهبی اخلاقی و قانونی است که آری اگر یک وقتی هرس نکردی شاخه درختتون رو، تازه اگر به سر کسی هم بخورد و عرض کنم که یک جرحی برداره میتونه سو بکند و غیر ذلک.
در این قسمتش چون حضرت علی هم آقایی دارین، درست میگم آقای سربیانه؟ کاملا درسته. اگه یه درختی این ور باشه رو ماشین من بیفته و اینها میتونم سوء کنم. آقا اجازه میدید من دو تا چی خدمت شما بگم؟ بفرمایید، خواهش میکنم. اولا درباره توضیحی که دادید در مورد بنده ناچیز حقیر بسیار ممنونم. این همیشه برای من سوال بود و این سوال رو شما جواب دادید، بسیار ممنون. در مورد حاج محمد رضا پهلوی، چون شما بارها گفتید که ایشون آدم مؤمنی بوده، باز برمیگردیم به دوستان نادان ایشان که اینا امروز هم میان میگن آقا اون مسلمون بازیش هم قلابی بوده و تظاهر بوده. یعنی حق این بنده خدا رو خود این دوستان نادانه جواب حضرت عالی نباشد، غلط کردن اینها. میگن آقا بنده در مشهد میدیدیم ایشون رو. بله بله. و اما در برابر ذریع امام رضا ایشون عشق میدید. بله. آقای احمد علی مسعود انصاری هم میگه ایشون خیلی با ایمان بوده. بله بله. آخرینش راجع به این خانم فرع پهلوی و اینکه چه جوری ایشون سر پیری هم باز دنبال قدرت هست. اولا خب ایشون از جوانی دنبال قدرت بود و چگونه پادشاه رو خراب کرد و اونجا رو به محل اوکی این تبدیل کرد. ولی چون شما شعر و اینا خوب یادتون میمونه، یه شعری سعدی میگه که اونایی که یا قناعت پر میکنه چشمشون رو یا خاک گور. بله. فکر کنم خانم فرح پهلوی اونایی باشه که چشمش قناعت، یعنی قناعت رو نمیتونه، فقط خاک پور، خاک گور. خب بعد هممون رو بخیر کنه آقای انشالله. انشالله. بله. حضرت عالی الحمدلله الان سر مر بسیار استحکام، انشالله همیشه یه روزگار اینطور باشید. ولی خواهید دید آقا 30 سال دیگه انسان واقعا 20 سال دیگه به چه روزگار جسمی و روحی عجیبی گرفتار. خدا میگن عاقبت به خیر کنه، یعنی همین. خانم فرح پهلوی، زشت این صورت زشتتون رو اینقدر نشون بدید، برید دیگه یک کمی به هر حال به روزگار خودتون برسید. این یک خواهش و یک پیشنهاد اخلاقی مذهبی است به شما میگم، اگر نه این جسارت ها به ما نمیده. هر طور هست بگذاریم. عرضم به خدمتتون که آقای عرضم به حضورتون سربی عزیز، بینندگان محترم، من مسائلی داشتم که حتما هم باید این رو به عرض دوستان برسانم، برای که این مأخذ و مدرکیست که خیلی افراد ندارن و مسائلی هست که مطمئن هستم بسیار بسیار آموزنده، ارزشمند و نشنیده است برای دوستان. شاید بگم شب امروز یکی دو چند حتی چون بخونم تا بعد ادامه بدم. اما دیشب در ساعت 10:30 شب بنده یک برنامه ای دیدم از آقای مهندس بازرگان و آقای خادم در پرتو نور که بنده بسیار منقلب شدم، ناراحت شدم و تصمیم گرفتم که در این مورد صحبتی داشته باشم به آقای عبدالعلی بازرگان. دوستان عزیز، بنده با ایشان به دلائلی سر ارادت داشتیم. آقای عبدالعلی بازرگان، امیدوار هستم حضرت عالی یا بشنوین یا برسونن به شما. بنده اسم و فامیل و مشخصاتم که معلوم است در این تلویزیون، اما از نظر سر آشنایی با مرحوم ابوی حضرت عالی من یک کلید، یک آدرسی میدم به شما. اگر درست بود حرفم درسته، اگر نبود باشید کسی دیگری شد اشتباه گرفتم. اگر مرحوم والده آقای مهندس بازرگان بزرگ، یعنی به اصطلاح ما مشهدی ها بی بی شما، به اصطلاح واقعیش مادر بزرگ پدری حضرت عالی، ایشون گالش هایی بود آقای سربی، شاید شما هم دیده بودید که خانم های معجبه قدیمی تقریبا مؤمن گالش های مشکی بود که توش ماهوت های قرمز داشت. من شما یادتون میاد یا مادر بزرگم داشت؟ بله 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 بله. اگر مادر بزرگ شما آقای عبدالعلی بازرگان از آن گالش ها می پوشیدند، بیشتر از این آدرس نمیدم و حرفم درست است، بدانید که بنده تقربی دوری و به اصطلاح بعیدن، یعنی با یک استبعاد مکانی زمانی، با مرحوم پدر شما داشتم، آشنایی دارم و شاید از کسانی بودن که از آن گالش ها به مشهد وقتی به دیدار حضرت بازرگان مرحوم طالقانی در زندان می آمدی ما می آورد. اگر درست، اگر نشده بازرگان دیگر یک کس دیگری بوده است. با این ارادت دیرینه آقا
بنده میخوام یک مسائلی رو در رابطه با برنامه دیشب شما عرض کنم تا بعد ان شاء الله تعالی در آینده بتوانم این به اصطلاح سر ماری رو که قهر به حساب برافراشته تحت عنوان نمیدونم چی میگن اینها روشنفکران دینی، روشنفکری دینی، مدرنیسم دینی، از این حرفا علم کرده است رو در یک سلسله برنامه‌هایی بگم تا بعد خود دوستان شنونده بگن آقا الحق این حرفا درسته و راستم هستش، ولی خب هر کسی هم هر دینی داره با نهایت احترام در سر جنگ با دین دارد و دینداری از همه مهمترش با دین اسلام. ما در اون مقوله داریم بحث میکنیم. آقای عرض کنم که عبدالعلی بازرگان، حضرت عالی در اون برنامه دیدم میخواهید با یک سریشم نامرئی بین مزخرفات غرب، بین مدرنیسم مسخره مورد تمسخر تمام مردم دنیایی که اندکی اعتقادات و معرفت کیهانی و جامعه شناسی دارن برسونم، که تلاش نکنید آقا که مسائل مدرنیسم به اصطلاح امروزی ها بخواید موجهش بکنید به وسیله ارکان حنیف اسلام. اسلام بلاک اند وایت در نهایت رأفت، در نهایت محبتی که داره، که متاسفانه بوقای شیپوری خارج هست که میگه قتل قتلو میگه، اینطور نیست. در نهایت به اصطلاح رأفت اسلامی که در محکمات الهی یعنی در قرآن کریم هست، بسیار هم سر خطوط قرمزش نیست اسلام. یعنی شما اندک اطلاعات ریاضی حتما دارید آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، رابطه تابع متغیری F equal Y equal F of X، در اینجا شما جای X و Y رو اشتباه میگیرید، Y تابع مساوی F of X، متغیر X میشود. شما میگید متغیر فرهنگ غرب رو میگیرید، Y رو اسلام شریف و حنیف میگیرید، در حالی که این یک به اصطلاح مغالطه ریاضی شما داری در میاری. ایکس اسلام است. چرا من با این قاطعیت به شما میگم آقای عبدالعلی بازرگان؟ چون خانواده شما رو میشناسیم. گناه برای خودتون نخرید آقا، من نمیدونم این امریکا چه سرزمینی است که وقتی قرار میگیرید اصلا دیجنره میشید، برمیگردین شما. خدا بیامرزه یک زمانی آقای عرض کنم که سربی مرحوم ادیب نیشابوری دو در مرحوم منزل مرحوم پدر بزرگ بنده می آمدن فقط به عنوان زینت مجلس، چون ادیب نیشابوری قیامتی بود. ایشون عرضم به حضورتون دو ساعت یک ساعت و نیم می آمدن می نشستن فقط برای افتخار دادن به اون مجلس های بسیار بزرگ به اصطلاح روزخانی و صحبت ها، هیچ چند صحبت نمی کردن. دو تا سوالی کسی داشت می کردن و یک ساعت دو ساعت هم تشریف می بردن. این آقای ادیب نیشابوری من یادم از بچه در 12 ساله بودیم، یک نفری سوال کرد که آقا بنده‌زاده بچه من میخواد بره به اصطلاح خارج غرب آمریک و قول فلان، همون زمان هرچیون گفتم ایشان، من یادم از یک چپق یه متری بود که اصلا این متعلق فقط به آقای ادیب نیشابوری بود در منزل پدر بزرگ من، کسی هم حق نداشت دست بزنه، هر وقت ایشون میمودن جلوشون میگذاشتن. ایشون گفتن ابدا نخیر نگذارید آقا، هر که خارج میرود عیسی موسایی میشه. ما اونجا در عالم بچگی خودمون عیسی موسایی میشه، بعدها فهمیدیم یعنی آن که یا ارمنی میشود، یعنی یا مسیحی میشود، یا عرضم به حضورتون که کلمی میشه، اگر هیچی هم نشه همون دین خودش داشته باشه هفروت میشه. آقای مهندس بازرگان، اسلام شاخصه دارد آقا. شما اگر در تو آب دریا برید، اگر 2000 بار بری زیر دوش آب غسل جنابت میخواهید بکنید، اون احکام غسل رو انجام ندهید، هنوز جناب باقی موندید، نماز نمیتونید بخونید. باید ابتداعا شما حتما چه کار بکنید؟ نیت بکنید آقا غسل میکنم، غسل بدن از جنابت، تمام بدن سمت راست سمت چپ. بگذارید این حرف ها و این مسائل شکنی ها را همان عرضم به حضور شما اون خاله نظری بکنه. تو میگه آقا غسل یعنی چی؟
منظور این بوده که تمیز بشین. قبل در زمان حضرت رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین دریای سرخ مگر نبوده؟ بیخ گوش صحرای عربستان بود، آبش هم کیمیای احمر است. چرا نفرمودن که آقا شما میتوانید اگر اینجا رفتیم دیگه غسل کنیم؟ اگر نمیتوانیم ما و شما بفهمیم در این مسائل چه حکمتی هست، این ضعف بشره. دلیلی نداره آقای اردم به حضورتون که مهندس عبدالعلی بازرگان شما بیاید بشینید. حالا بذارید این جوشش ها رو یک آقای هست بهش میگفتن چی خدایا او یارو وزیر محمد شاه قاجار میزاباسی، با یک زن شناخته شده ای که ایشون احکام عرض کنم سکس تدریس میکرد و این دانشگاه مزخرف خارج هم که داره همه چیز رشته درست میکنن، میگن بابا رو سکس تراپیست یا مدرک تالا برو بابا بگیرشین بگو من دکتر فلانم. با این آمده بود جناب سربی صحبت میکرد، تلاشی داشت که بگنی خیلی هم این حرفا از اسلام دور نیست، مثلا من که گوش نمیم چون اینا حسای کفاره داریم صحبت ها، ولی در مجموع بنده نگاه کردم دیگه ایشون تلاش داره که جوششی، یک رابطه ای، یک خوشامدی بدهد به حرفای او از طریق دینش. بگذار آقای عبدالعلی بازرگان این حرفا هم همان مردک بزند با اون زند. شما چرا آقا اسمتو گذاشتین پرتو نور؟ مفسر قرآن میگیرید خودتون رو، چرا غلط اندازی میکنید؟ این کارها فتنه است آقا، تفتین اینا، شما فتان شرعی میشین در این مورد. البته چون نمیفهمید متوجه نشدید و شما حرجی نیست، بنده نماز توبه خوندم رو ارادت که به پدر داشتن. آقا جون قرآن کلام الهیست، لااقل برای شمایی که متدینی و بنده که ایمان دارم بلاکن باید هیچ تاروکی هم نداره. اون روزی که آمده تا صدها هزار سال بعدش را هم چه کار کرده؟ پیشبینی کرده. دلیل الان برات میگم. شما بروید به سوره مبارکه مبالغه مجادله، ببخشید سوره مجادله در آیه شریفه 3 میفرماید والذین یظاهرون بالنسائهم. این مظاهرون آقا به معنای زهار است. زهار با دو چون میمیسن آقای سربی، یکی با زه نقطه‌داره، یکی با زین است. زه نقطه‌دار معنایی دارد که به پایین تنه افراد مربوط میشن، مورد بحث ما نیست. زهار با زین به معنای نوعی طلاق است که الان هم هیچ وقت پیش نمیاد. این ریشه در عرضم به حضورتون که قبل از اسلام داشت است و بعد از اسلام، ولی خب به هر حال کلام الهیست بایستی دانسته باشد انسان مسائل. زهار این هست که اگر مردی مسلمانی در این مقاربت و همخوابی با عیالش گفت پشت تو شبیه پشت مادرم هست، دقیقا ده، فکر نکن من دارم سانسور میکنم، یعنی با قول شما گاهی شما میگین قنبل، نه اینجا قنبل نیست، زهر پشت، اگر گفتی پشت تو مانند پشت مادر من است، این زن به شما حرام میشه، شما نمیتونید دیگه با ایشون هم خوابی داشته، نامحرم میشید. والذین یظاهرون من نسائهم، کسانی که ظهار یعنی به این شکل مطلقه میشوند جدا میشوند، ثم یعودون لما قالوا، اون زمانی که دیگه خواستن از این حرفشان برگردن نمیتونن بگه دیگه برگشتم حالا بریم با زن شوهری، خیر، نگه فتحریر و رغبتی، یا باید یک بنده آزاد کنی، خوب توجه کنی، باید یک بنده آزاد کنی، همین حریت اسلام رو میرسونه. آزادی بنده و برده و یه حرفات 100-150 سال پیش دید کشوری که امروز دایی تمدن میکنن سر شد. در اون موقع میگفت تلاش داشت همواره اسلام که بنده آزاد کنی. خب فتحریر و رغبته، یا یک دونه رقبه، یک دونه بنده آزاد کن. خوب توجه کنیم، من قبل ان یتماسا، قبل از اینی که با ایشون تماس بگیره با خانم دتونی دوباره همخوابه بشی، ذالکم تو از اونه به کار نده، این وضع می شود شما دیگر از این کارا نکنید. حالا خوب ببینید آینده نگری اسلام رو. آقای سربی خواهش میکنم اینجا حضرت عالی هم توجه بفرمید، میگه فمن لن یجب، اگر بنده پیدا نکردی، خب
خب اون زمان که در محیط مکه و عرض کنم که در اون موقع که دنیا در دنیا برده و غلام و نمیدونم این چی میگن عبد بودم، این برده فروشی دیگه رقبه. خب اون زمان که به راحتی پیدا میشده بخیر آزاد کنی، میگوید در اینجا فمن لم یجد، اگر شما پیدا نکردید، یعنی 1000 سال 2000 بعد سال بعدش مثل حالا، پس یا شهر متتابعین، دو ماه باید روزه متتابع بگیری پشت سر هم تا بتونی دوباره برگردی به اون حیات. باز میگه ممکنه یک کسی بیاد و مریض احوال باشه من قبل ان تماسا، قبل از اینکه بخوای با اون بخوای باید دو ماه روزه بگیری. اگر نتونستی فمن لم یستطیع، اگر کسی استطاعت روزه گیری هم نداشت، فاطعام و 60 مسکینا، 60 نفر را باید اطعام بدی. جناب آقای مهندس بازرگان، شما نمیتوانید بگید عوض یک برده دو برده یا نیم برده آزاد کن. شما نمیتونید بگید عوض دو ماه 59 روز روزه بگیر یا 61 روز بگیر. و در آخر کار شما نمیتونید بگید آقا 59 نفر را اطعام کن یا 61 نفر. بلاک ان وایت. دلیل چیه؟ فضولی موقوف، کلام الله فضولی نداره. قبول نکردن خانم ها آقای ها به درک من النار، دنیا اصلا همه بشن ضد اسلام و کافر، در دامن کبریاش ننشیند گردها، مگر خدا نعوذن بالله نستجیر بالله منتظر است که بنده اون حسن حسین بیان بشن مسلم بشن. او تاریخ اسلام پر است از این عرض کنم یاوگویی ها و از این قرآن سوزی ها و از این کتر کتر گفتن ها. آقای عبدالعلی بازرگان، نیایید شما محکمات آیات عرض کنم کریمه قرآن رو بخواید با فرهنگ مسخره غرب اینا رو جوشش بدین. تا بله مدرنیسم دیگه حالا برای رای، ولی آقا اسلام میگوید اگر کسی فوت شد دو تا شما سهم باید به پسر بدهید، یک سهم به دختر. ولی خب شما میتونید تا زنده هست تمام ثروت رو بده به دختره. به شما نیامده، به بنده نیامده که رو محکمات الهی بخوایم بیم مدرنش کنیم. اینها مزخرفات. امیدوار هستم آقای عبدالعلی بازرگان از سر نادانی یا اینی که فکر میکنیم به این شکل میخوایید سریشون بدیم، آقا اصلا این حرفا نیست. در اسلام میگن آقا گفتن زن رای نده، این ایراد میگیرن که چطور شد آقای خمینی در اون موقع میگفتن رای زنها ندن، بعدن گفتن آقا جان گوش تو وا کن بفهم، این خیلی روشنه. اولا اسلام همونطور که مکرر در جلسات قبل هم گفتم مفهوم مشاوره داره، به مشورت خیلی اهمیت میده، مفهوم رای ندارد. هیچ جای اسلام نگفته رأی قابل قبول است، نه تنها نگفته است، بلکه به نظر بنده اسلام اصلا میگه مرگ بر این عرض کنم لیبرال دموکراسی مبتنی بر اومنیسم. میگه مشاوره بکنید تا میتوانید، مشاوره بسیار ضرورت داره. خوب رأی اصالت شرعی ندارد، فقط آقا میگه آقا حالا بری که جماعتی میگن حالا رای و رای بازی هم باشه بین رای بدیم، اوکی بین بدیم. ولی مگر یادت رفته آقای عبدالعلی بازرگان که امام فرمودش که آقا اگر 40 میلیون بگن نه من میگم میشه حرف من که شد؟ اگر آقای خمینی میگه آقا زن حق رای ندارد، ولی که در زمان حاج محمد رضا پهلوی میخواست تحت این عنوان بعد زنها رو بیاره تو کابینش که آورد، مخواست همه کاره بکنه که کرد. هیچ شریعتی آقای سربی، هیچ طریقتی، هیچ فلسفهی به اندازهی که اسلام کرامت و زیبایی و ابهت بدن بخشیده نبخشیده است. آقا آزادی زن در غرب همانطوری که بزرگان گفتن برای اطفاء شهوات نفسانیت بود مرد این کار کرد. به چند زبان ما ایره به شما بگیم؟ اگر نه شما به خطابه حضرت زینب نگاه بکنید که دنیا اون زمان رو لرزون.
رسول الله صلوات الله علیه اجمعین زمانی که میرسید به خدمت دخترش دست فاطمه زهرا میبوسید. آقای سلبی، حالا اینها که به هر حال مسائل دینی بود، من خودمش 7 برادر و 4 خواهر داشتیم. آقا این پدر، خدا بیامرزه رفتگان شما رو، مرحوم پدر ما کوچکترین خطایی میکرد این فلک بود. اهلا و سهلا. یک روزی ما بچه کلو گفتیم بابا اینقدر شما ما رو میزنین آج آقا، چرا اصلا فاطمه نمیزنین خواهرمونه؟ گفت نه بابا، نخیر اصلا، دختر و زن در اسلام جای خودش داره. آقای سربی شهد الله، خدا رو گواه میگیرن، تب من ندیدم ایشون به دختراش بزنیم. ای جماعت نسوان، ای خواهران محترم، ای خانم های گرامی، گوشتون باز کنی، نیاید خودتون رو به اصطلاح دست مسک فرهنگ غرب بکنید که خیالتون میرسه میگه بچه تا ولش کن، خانه زندگی تا ولش کن، اینا رو بچه معصومه 6 ماه رو بردار ببر بذارش توی دیگه، معلوم نیست دست کدوم اجنبی میگی، ولی خودت برو اونجا سکرتر بشو. بفرمایید، اینها رو یکم اندیشه کنیم. حالا من به فعلا امروز بحث اجتماعی دقیقا با آقای مهندس بازرگان دارم صحبت میکنم. شما آقا نمیتوانید برای جوشش دادن به خیال خودتون مدرنیسم با فرهنگ منقه پاکیزه قاطع محکمات قرآنی بخواییم جوشش برقرار کنیم و نکنید آقا این کار رو. بنده تلفنم مشخص، ایمیلم مشخص، راهی بگذارید تا بنده با شما صحبت بدارم و به عرضتون برسونم که هیچ گونه مسئله نیست. الاسلام یعلو و لا یعلو علی، اسلام نیاز به حمایت حضرت عالی جناب آقای سروش. آقا بگین یک دفعه دیگه نه نعوذن بالله، نه سجیر بالله، نه خدایا، نه پیغمبر، نه دین، نه قرآنه، بس سلام تمام شده را. این بازی ها چی در میارید آقای سروش؟ رؤیاهای رسولانه. یک روزی آقای سروی، بنده از 3 نفر از بزرگان که 2 نفر از اونها که وقتی وزیر علوم بود شرایط بگذاریم، وزیر علوم بود، وزیر رئیس کمیسیون بود، آقای اسامی نمیبریم، و یکی از آقایانی که اگر از خود سروش بالاتر نباشند و خود سروش هم قبول داره پایدار نباشند، دکتر یکی یک شخصی، اینها بنده را رسول کردن. گفتن آقا هر کدوم اینها 3 تا خط نوشتن، 3 تا حرف گفتن و گفتن چون میگی این سروش در عرض کنم تورنتو میبینیش، این را بده. و مفهوم و معنای اون کلمات شریفشان اون بود که آقا شما لغزش کردی، ولی به حمدالله هنوز سقوط نکرده آقای سروش، سعی کن سقوط نکنی. ولی منو مخیر کردن آن آقایان که گفتن افشار اگر شما مقتضی دیدید، مصلحت دیدید، مختارید که این رو بگید یا نگید، بدید یا ندید. این اذن رو به بنده دادن، محکوم نبودن به حتما دادن، گفتن به مصلحت خودتون، چون هزاران مصلحت رو نمی‌سنجیدن، چه درباره بنده چه درباره موقعیت. چی ما آمدیم آقا در این پسراشون یک جلسه دارن، یک چیزی دارن در این تورنتو، یک مکتبی درست کرده بنا مکتب چیز صحبت یک چیزی هست در باره همین فلسفه مطلبه، اون پسرشون چیز کرده مکتب به نظرم آره صحبت یه چی چیزی انجمن نمیدونم فلان. ما شنیدیم ایشون میاد اونجا، رفتیم. در بد و برخوردی که من با آقای سروش داشتم، در اون برخوردی که در 40 سال 35 سال قبلش در کمیسیون ملی یونسکو داشته بودم با این جوان اون موقع، یعنی خیلی جوان تر از حالاشون، و برخوردهایی که دیده بودم، مسائلی دیدم، دیدم آقا زمین تا آسمان فرق کرده. دیدم اگر اون آقایان گفته اند ارزم به حضورتون که لعزیده سقوط نکرده، بنده ایشان را در حال اثبات دیدم. دیدم نخیر، مثل که سقوط هم کرده ایشون هنوز قبل از این جریان رؤیاهای رسولانشون. بنده رفتم با ایشان مصافحه کردم، به قول اینجا یا خاک دادیم، و بعد هم رفتم یک نیم ساعتی یک ساعتی در اون انجمن سهروردی شد نشستم. یک صندوقی هم گذاشته بودن اونجا که هر کس مرا یک 20 دلاری بندازه، 5 دلاری، 10 دلاری، یک 20 دلار ما انداختیم. و وقتی هم خواستم بیایم رفتم دوباره باز مصافحه ای کردیم، چون خب
با سبب بود از قدیم میشناختیمش دیگه، آمدم و آقایون هم گفتم آقا بنده بسیار متاسفم که به عرض شما برسانم که شما هنوز عنایت داشتین. گفتین ایشو لغزش کرده، به نظر بنده ساقط شده این مرد. چهار ماه نگذشته و دیدیم یک رساله یک مسئله با ما روشن فکری که مشکی این MI6 و نمیدونم CIA و نمیدونم این پپر و از این چرت و پرتای فلسفه ساخته MI6 و یک هندونه دادن زیر بغلش تا مصاحبه BBC کرده، نمیدونم رادیو اسرائیل ازش تعریف کرده، این بنده خدا رو با فرق زدن زمین آمد نمیش نمیدونم رؤیاهای رسولانه نوزن بالله لا اله الا الله. گفتم آقا من به ایشان بگم که از همینجا میگم آقای سروش جان چرا برادر مجامله میکنی، چرا لفاظی میکنی؟ آقا یک دفعه بگو ایا ناس خدا نیست نوزن بالله، همه اینا دروغه. خب بگو آقا مگه اینجا کمن که میگن کسی که در موضع و در مکان اسلامیت نشسته مثل جناب آقای مهندس بازرگان، مثل جناب آقای سروش، مثل اگر بنده قابل باشن که نیستم مثلا نامی از خودم نمیبرم باشن، اینها مجاز نیستن بیان فتنه در کار قرآن کریم بکنن. من عوض اینی که بخوام بیام با فرهنگ نفس قرب بخوام بیام عرضم به حضورتون که سازش بدهم کلام الهی رو، من میگم دوستان یا یوحناس یا یک میلیون نفر یا دو نفر، به عرایض ما که منقول از کتاب محکمه الهی قرآن کریم هستش توجه کنید، ببینین آیا بد گفته از قرآن و خوب گفته است. ما مکلف به انجام این کار هستیم. آقای سوروی در اسلام برای ارتضاء روزمره زندگی سه تا کار میذارن، میگن یا انسان باید کار کند، کارمند باشه، کارگر باشه، نمیدونم درایور باشه، نمیدونم معلم باشه، تلویزیون دار، هرچی کار کنی رزق و روزی حلال دراری بخوری. شغل بعدی دزدی است، دزدی نو شغله، دزدی نو شغله، شغل حرام است یا تکدی است، سوالت گدایی. ولی اینها همه احکام داره. وقتی میگن آقا دزدی شغل حرامی است، این حد داره، معنیش این نیستش که مثل فرهنگ وسترن مسخره قرب بگن اگر ایک آمد تو ملکت تو حق داری گلوله داری تق بزنی بکش، نه، یک حدودی بر سارق جاری میشه که خب میدونن آقای میگن اولش نمیدونم انگوش دارن از صحبت ها. آقای سوروی اینو من به چشم خودم بچه بودم 9 سال در خانه ما دزد آمده بود نصف شب، این بیچاره ازم به حالت گریه میفتن، در توی آشپزخانه صدایی در آمد، برادران رفتن یه دزدی رو گرفت. الله الا الله، خدا همشون رو بیامرزه، اونم که اصلا سلامت داشته باشه. اگر باور بفرمایید کوچکترین تعرضی مرحوم پدر گذاشت بیمرد بشد، لا والله به برادرها گفت شما جهان تحریک نشید، اما این مرد قداش دادن چون تو آشپزخانه بود دیده گرست نشبود، قدر خورد 20 تومن اون زمانم پدر داد، گفت برو بابا جان، برو پدر جان، برو کاری بکن. گفت آج آقا کار پیدا نمیشه، گفت تکدی کن. تکدی یعنی همون که کسی دست درست کنه بگه آقا برای رزق من بدیم نه کلاه برداری. خوب در اینجا آیه کریمه در آیات 9 و 10 سوره مبارکه الزهاب می فرماید فاما الیتیم فلا تقهر. آقا کسی که یتیم شد اینو سرزنشش نکن، آزارش نده. باید من نیست یتیم معنیش نیست که اگر 3 ساله بود یا یک آدم 60 ساله پدر یک مرد 65 ساله فوت میکنه، ما میریم اونجا میگه اینو آزارش ندی، نگاه ها دیدی اونجوری کردی بابت بپر، دیدی چی جوری شد بخور، هر آزار نده. فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم را آزار ندی، نه آزار. و اما سائله فلا تنهر، اگر کسی آقای سوروی دست دراز کرد گفت آقا برای روزی من، معنیش اینه دیگه، بدین که من گرسنه‌ام یا بدین که من خر دارم یا بدین که من معتادم، وارد فلسفه نشو، نگو آقا برو از دولت بگیر، نگو خجالت بکش با این هیکل فلان میکنی،
میگوید سائل را از خود نرانید. با حقارت میتوانی کمک کن، نمیتونی تمام شده را. در کدام مکتب اخلاقی، در کدام فلسفه اومانیستی شما میتونید چنین کلماتی پیدا کنید؟ آقایان خانوما، اینا 1500 سال قبل گفته شده. که گفته است محمدی که نه سواد داشت، نمیتونست بنویسه، نمیتونست بخونه، اولین کلام هم اقرا بسمه بود. پس این میشه کلام الله. حالا بیایید بگیم ایره سلمان کی بوده؟ سلمان فارسی گفت اه خدا ذلیلتون کنه، خدا نگذره ازتون. این چه قرد اینها را آقای سربی؟ حرکت ارزم به حضورتون که موریانه بشه غرب رو با مستندات، با نوشتجات، البته بنده بچه سندش را میگم در موقع خودش کتابشو میگم بهتون، میگیم که ببینید چه حرکت، حرکت خزنده و دونده غرب برداشته برای انعدام اعتقادات بنیادین مذهبی مردم، نه تنها برای اسلام. ای دوستان عزیز توجه داشته باشید، نه تنها برای اسلام، برای ویرانی و به همریزی اعتقادات انسانی، اعتقادات مذهبی. توجه داشته باشید، این شمه مختصری کمیشه از میگم. در دنیایی که قرد مبانی تمدن خود را به عنوان اصول باورها و آرمانهای مردم دنیا تبلیغ کرده است و برای پاسداری از مبانی تمدن خود به تأسیس نهادهایی پرداخته است، آن مبانی و این نهادها از قبیل سازمان ملل، شورای امنیت، حقوق بشر، خوب گوش کنید، اگر ما میگوییم آقا حقوق بشر حقوق نیست که غرب داره به سر مردم میده، از کلم اینا خیلی با توضیح خواهیم گفت. بالا دیوان داوری لاهه و غیره در یک کلام به گونه‌ای تعبیه شده است که عرضم به حضورتون غرب میگوید حرف درست آن است که ما میگوییم و حرف نادرست هم آن است که ما میگوییم. یعنی انسان کشورها رو، فرهنگها رو از خودشون خالی و تهی میکنن، میخوان جایگزین کنن. اگر بتوانند، اگر بتوانند این مسائل رو، بنده چون لازم دارم وقت که با یک به اصطلاح ترتیب حساب شده ای اینها رو به عرض دوستان برسانم، چون امروز در پیروی از مسئله‌ای که همیشه میگم یک لحظه ای یا لحظاتی یا برنامه ای را تکلیف شرعی خود میدانم که به امر معروف نهی از منکر. آقای مهندس بازرگان ممکنه چند نفر بگن آقا این حرفا نزنی، غلطا را نکن. خب راست میگن، دلشون میخواد این حرف رو بزنن، دنیای آزاد بگویید. اما حضرت عالی که میدونی که تتمرون بالامر بالمعروف و ینهون عن المنکر، تکلیف قرآنی است، باید این مسئله رو به شما یادآور می‌شدم. و چون از سر ارادت برای به حساب از جانب حضرت عالی توبه کردن در این تلاش نادانسته شما که بخواین جوش بدین بین مدرنیسم مسخره، زمین خورده، علیل شده یکن، میبینید که آقا فبعی آلا رب کمات کذبا، میبینید که تکذیب میکنید. آقای سربی شما خاطرتون هست من درباره ترامپ چی گفتم؟ الو؟ بله گوش میدم، بفرم. نه خاطرتون هست؟ بله، درباره انتخاب شدنش آمریکا و اینا رو شما. بعد از اونم گفتم بنده به شما قول میدم که ایشون 4 سال شتا ندونسته. بله بله، هفته پیش اینو گفتی. گفتم آقا من اینو میگم که فردا نگن دانشگاه کیک پروفسور کیک گفت. این خودش آقا جون مشخصه، نتیجه یک معادله ریاضی است. این مرد نمیاد بهش رئیس جمهوری، ایشون باید همون رأس استکبار کمپانی و ثروت و داراییش میموند، که البته به قول آرسوری منم هم عقیده‌ام با ایشون.
تبیینات رو که میکنه من رئیس جمهور میشم. اینجور افراد این نمیتونه تا کنه. میبینین دیگه چه گندی بالا آمده. به یک نفر کسی که به تو دبی داره فلان میکنه سوال میگه بیا بشو بزرگترین مقام توی کابینه، میگه برو بابا پیکاره. من نمیفهمم. بعد در همین حالت شما میبینید یک عده مثل دایی و حسن و حسین اونطوری میشینن هی باد میکنن بنده خدا. آقا جان فکر بکن اگر فردا بابا رو این پیچ کردن کنار گذاشتن دیگه آبرو برای شما میمونه. آقای مفسرینی خجالت بکشین. آقا یکم تفسیرات مبتنی بر منطق و عقل بکنید. همه چیز بر مبنای عدم وجود تعصب و زدیت با دین و خدا و ملت. ایشون به آخر نمیرسونه این چهار سال. حالا خواهید دید شما یا این پیچش میکنه نه خود شاشم چه میره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این صحبت ها رو من تقدیم به روح پرفتوح مرحوم مهندس بازرگان کردم و لازم دیدم که به هر حال با آقای عبدالعلی بازرگان صحبتی بکنم. در این راستا جناب آقای سربی اگر صحبتی فرمایشی مسئله هست بفرمایید که خب به هر حال یک پاسخی هم داده باشیم. حالا یک سوالی هم شما بکنید دیگه، آقا مطرح کنید دیگه. خیلی ممنون. ما باید بریم ساعت 4 با آقای حسن ارشاد باشیم. ساعت چند قربان؟ الان 4:02 است. درصد ممنونم و اگر سوالی یا نظری داشته باشم باهاتون تماس میگیرم تا در برنامه‌های آینده صحبت کنیم. خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم کار جلوتر فرموده بودیم. هیچ اشکال نداره. قربان شما. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون. همچنین برای جناب عالی. خداحافظ. با امید دیدم. دوستان عزیز با آقای کاظم، دکتر کاظم افشارها بودیم از کانادا. اگر صحبتی، سوالی، نظری دارید مستقیما با خودشون با شماره تلفن 905-737-5158 کانادا تماس بگیرید یا با ایمیل info@kaveacademy.com. باز هم ممنونم از ایشون که ما رو یه مقداری کام داون کردن و توضیحات خوبی دادن. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. حافظ شما.